سلام بچه، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به کانال خودم. امروز قراره بازی آنلاین دو نفر رو با هم دیگه ببینیم. پس قبل از اینکه بخوام بریم سراغ بازی، حتما ویدیو لایک کنید، چرا ما رو سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو فعال کنید تا در صورت گذاشتن ویدیوهای جدیدتر نوتیفیکیشن بهتون اطلاع بده. خب بچه‌ها، میریم سراغ بازی. میریم توضیح در مورد بازی بهتون بدم. بچه، بازی به صورت 1-1 هستش. گلد 3000 تا، نوراش 10 دقیقه و اسپید بازی 50 هستش. خب اولین کاری که اومدم انجام دادم این بود که اومدم بچه‌ها انبار غلاتمو ساختم و قبل از اون اومدم انبار کالامو بچه‌ها پاک کردم و اونو همونجوری که خودتون میبینین بین سبزها ساختم. بعد از اون دیگه استور ساختم و سازی سنگ ساختم و الانم میکدامو می‌زدن. یه مقدار چوبکم آوردم بچه، چوب می‌خرم و به نظر خودم قبل از اینکه این کار رو انجام میدادم بهتر بود که من سازه چوب برحال میساختم، ولی خب دیگه برحال ما کارمون رو انجام دادیم. میخوام داخل این بازی بچه ها یه شیبه جدید برحال واسه یه حمله یه جوری ارائه بدم. به نظر خودم داخل این بازی کلن از پاکمن رو استفاده کنیم، فکر کنم بتونیم نتیجه رو بگیریم. میخوام خیلی سری با اکونومی نونوایی بچه ها یه حمله رو داشته باشیم و فقط هم میخوام با پاکمن رو جلو برم و این خودش چه چیزی رو به وجود میاره، این که ما دیگه زره ها رو نمیتونیم بفروشیم هیچ، باید حتما یه جورای تبرم بخریم. این یه مقداری از گلد ما رو یه جورای از بین میبره و اجازه نمیده اون گلد همیشگی رو به دست بیاریم. خب الان من کاری که من انجام دادم بچه، آسیابا رو ساختم، سازی بشکه شراب رو ساختم، انبار سلاح هم میبینید که دیگه ساخته شده. فقط چیزی که هست بچه، من یه مقدار دیر سراغ ابزار شکنجه رفتم. اینه که تایم نوراش تعداد خیلی زیاده، تایم خیلی زیادی ازش رفته. میام یه تعداد خیلی زیادی هم ابزار شکنجه میسازم و کم کم بچه میریم سراغ ساخت نونواییامون. همونجوری که میدونن سه تا دونه نونوایی ساختم، یه مقدار چوب میگیرم، فکر کنم یه 10 تای دیگه بتونم نونوایی بسازم. تو این تایم بازی خیلی خوبه به نظرم. تعداد نونواییامو خیلی زیاد نمیخوام کنم، چون همونجوری که بهتون گفتم میخوام یه حمله خیلی سریع و اولیه داشته باشم و یه جوری گلدمو دارم ذخیره میکنم واسه یه ساخت پاکمنامون. خب الان میبینید که بچه‌ها من یه مقدار اکونومی رو جمع جورتر ساختم تقریبا. حالا اگه بازهای قبل رو دیده باشید من تعداد خیلی زیادی نونوایی میسازم، ولی این دفعه میخوام یه مقدار جمع جورتر، فکر کنم با همون 30 تا 35 تا نونوایی کافی باشه. خب چیزی که هست دیگه میام این فضاهای خالی سازه گندمو یه جوری کامل میسازم. فقط موضوعی که هست، من این ابزار یه جوری ساخت زره رو یه مقدار دیر فکرم ساختم. به هر حال تایمی که واقعا باید میساختم، چون من اکونومی میخواستم بر پایه یه جوری پاگمنو بسازم، به نظر خودم چون یه جوری عادت کردم دیگه، اگه اولین سازا رو میساختم خیلی بهتر میشد و میتونستم تعداد پاگمن خیلی بیشتری رو بسازم. ولی خب هیچ مشکلی نداره، میام کم کم اکونومی رو گسترش میدم، بزرگتر میکنم و میرم اینم بچه ها میتونم از این حمله بچه ما نتیجه رو بگیریم یا نه. میبینید که دارم کم کم تعداد نوبایامو خیلی بیشتر میکنم، ولی باید حتما حتما حواسم به سازه شکنجه من باشه که اونها یه مقدار از کار نیفتن و تولیداتم بچه اون حد اکثر خودش رو حفظ کنه. الان همونجور که توجه کرده باشین دیگه کل سازه های گندمم رو تقریبا ساختم، فقط تعداد نوبایام خیلی کمه. آسیابم به هر حال دارم دیگه، 3 تا آسیاب دارم، فکر کنم جوابگوی این تعداد نوبایی ها بچه ها قطعا باشن. خب یه لحظه بازی دیلی شد همونجور که دیدین. خب اوکی، الان فعلا حالت لاست کانکشن. حالا بمونیم ببینم چه جوریه. ببینید که ابزار شکنجه همچنان کار نرفته. خب ببینید که حریف اومده برج ساخته، نکنه میخواد نیروی برج هم بذاره. ببینید که یه کلمه خیلی جمع و جوری تقریبا ساخته بود، خیلی ریزه میزه. حالا ببینم چه جوری میخواد حمله کنه، اصلا میخواد چه کاری رو انجام بده. خب دیگه کم کم بچه ها تعداد نونواییامون داره خیلی بیشتر میشه. بیام سری دیوار رو بکشم، دیوارم دولایه زده اساسین، سری میکشم. خب یه دیوار کوچیک، سری یه دیوار بزرگ پشتش. سنگم زیاد داشتم، ببینید سنگامو اصلا نفروخته بودم، انبارم پر از سنگ بود. خب دروازه اولی رو ساختم دیگه، الان هست که دیگه بله سنگم تموم شد، بعد یه مقدار منتظر بمونم که سنگ برام بیاد دروازه دومی رو پاک کنم. میام یه مقدار تعداد نونوایی اضافه میکنم. میگم همونجوری که بهتون گفتم حواسم به ابزار شکنجم هست، یه نیم نگاه به اونور میندازم. خب دیگه اومدم یارم فروختم، فکر کنم دیگه بچا تایم نوراش حدوداً آره نصفش، نصف بیشترش رفته. الان میام یه تعداد دیگه بچا سازه زره میسازم. به هر حال زره هم کم کم داره زیاد میشه، 60 تا 70 تا 80 تا زره هم باشه ما راضی. میبینید که ابزار شکنجه کار افتاد، سریع تعداد ابزار شکنجه ساختم تا حد اکثر یه جوری استفاده رو از ابزار شکنجه ببرم. خب میام یه دونه دیگه دروازه میسازم، میام سری جلوش یه دونه پادری بذارم. خب چوب تموم شده، بیام یه مقدار چوب بخرم، هم نونوایی بخرم، یه جوری هم نونوایی بسازم باش، همین پادری ها رو بذارم. خب بچه ها
یه وقت این رسیده بیام کم کم یه مقدار روی دفاع کار کنم. به نظر خودم من همون اول بازی یه مقدار برده میگرفتم، بچه میرفتم سریع این خندق رو میکردم، اون برده ها هلوش 50 تا پاپو از من میگرفتن اول بازی. ولی به نظر خودم میگم همین اول بازی حمله رو داشته باشیم با تورزیندارا، هارسارچرا و شیلدا و حالا این چند تا نیروی نیزه‌دار رو کمونداری که اول بازی بهمون میدن، با همون هم ما میتونیم این خندق رو بکشیم. زمانی که ما اول بازی بچه حمله کنیم یه مقدار فایت طول میکشه و اینا خیلی راحت میتونن اون خندق رو بکشن. خب میام سازه های اجرای سربازخونه هم میسازم، سربازخونه مسیحی و سربازخونه عربی و اینا همه رو ساختم و دیگه کم کم بچه ها تایم نوراش داره تموم میشه، باید خودم رو آماده کنم برای یه حمله. میبینید که اکونومی خیلی جمع و جوره، فکر کنم یه سیتای آره سیتا شاید هم کمتر باشه، نونوایی دارم دیگه، کم کم بچه تایم نوراش داره تموم میشه، باید خودمون برای حمله آماده کنیم. خب بچه ها تایم نوراش تموم شد و الان من اولین کاری که میام میکنم میبینید که سری میزنم این چند تا نیروی که اول بازی داره بهمون میده رو میفرستم که برن این خندق رو پر کنن. بعد یه دست سری یه جورایی پیرمرد دانو میگیرم، اینا رو سری باید تبدیل به شیلد کنم. میبینید که یه مقداری به نظر خودم از یه جورایی ساخت نیرو جلو افتادم، یعنی یه جورایی فکولوچ میگم 50 تا پاپ جلو افتادم، چون قبلا نمیومدم چیکار میکردم، میومدم اول برده میگرفتم، این خودش باعث میشه من یه مقدار از پاپ عقب بیفتم. میبینید که کم کم بچه‌ها پاپا دارن میان، من میخوام داخل این بازی خیلی سری فاست پوش داشته باشم، یعنی خیلی سری حمله کنیم و ببینیم میتونیم نتیجه بگیریم یا نه. الان میام 15 تا دیگه سری پیرمرد دانو میگیرم و کم کم دیگه بچه‌ها دارم ارتشم آماده میکنم، میخوام خیلی سری همین اول بازی حمله رو داشته باشیم و زوی فارم کردن به حریفمون رو ندیم. الان شیلدام تقریبا ساخته شد، یه دست پیرمرد دانو اون بالا دارم، میبینید که پاپا هم کم کم دارم برمیگردن، سری میام یه دست هارسارچر رو میگیرم که با این شیلدا ترکیب کنم. الان 24 تا پیرمرد دانو دارم بچه، شیلدام فکر کنم با ساختن این 24 تا شیلد دیگه کامل بشه و نیاز نباشه بیشتر از این بخوام شیلد بسازم و هارسارچرام هم فکر کنم یه 50 تا دو تا دسته 24 تایی بسازم کافیه. الان 13 تا میبینید که پیرمرد دانو هست، گلدم تقریبا 2000 خورده ای دارم، پاپام هم کم کم بچه داره 24 تاش تکمیل میشه. بیام سری یه دست دیگه هارسارچر رو بگیرم، میبینید که چقدر سری نیرو ساختم، میبینید که اوه 500 تا هم قضا میام میفروشم 2400 گلد. خب هم تا 8 تا دیگه پیرمرد دانو هست، سری اینا هم تبدیل به شیلد کنم. هارسارچر و شیلدام بچه تقریبا تموم شد کارشون و باید سری پاکمنام هم بسازم و خودم برای حمله آماده کنم. فقط میبینید که چند سنگ و چیزم بفروشم، 3000 تا گلد دارم، 87 تا زره. خب اولین یه جوری تبر رو گرفتم، 10 تا تبرزیندار گرفتم، بیام یه دست دیگه تبر بخرم. خب همچنان گلد دارم، ببینم بله بچه فعلا گلد داریم. خب بیام دوباره 200 تا نونا رو بفروشم 2500 گلد. خب دو تا تبر 37 تا تبر خریدم، خب هرچی گلد داشتم و تقریبا دادم تبر، ولی از نظر زره هم بچه اصلا به مشکل برده میخوریم. خب آرساتر و شیلان و هم دیگه ترکیب میکنم که بچه کم کم بریم که یه حمله رو همین اول بازی داشته باشیم. میبینید که تورزیندارا هی دارن بیشتر و بیشتر میشن، حالا 41 زره دارم و حدودا 12 تایی هم تبر. خوب الان فکر کنم هولوش 5 60 بچه تورزیندار داشته باشم. خب بیام این نونا رو بفروشم، 2000 تا تقریبا گولد دارم. خب الان میبینید که هولوش فکر کنم 15 تا نه 37 37 لازم فکر کنم 15 تا 37 تا زره دارم، باید تا جایی که ممکنه بچه گولد به دست بیارم و یه جورای سرین تورزین دارم و بسازم. خب الان چند تا تورزین دار دارم، درگی باید حتما ازش میکنم، اینا رو هم کمپرس کنم و بریم که بچه یه حمله رو با هم دیگه ببینیم. این سنگا رو هم میفروشم 1300 تا گولد. آره دیگه بچه این دسته آخر تورزین دارمونه، هلوش بله 100 تا تورزین دار رو میریم که بچه یه حمله رو با هم دیگه همین اول کار داشته باشیم. جز معدود دفعاتی است که بچه من یه جورای فست پوش دارم انجام میدم. حریفمون رو میبینید که بچه اومده بله بچه کلی نیرو روی دیوار گذاشته و از منجنیقا هم استفاده کرده، ولی اشکال نداره نیروهاش خیلی کم، ما سری میریم که بازی رو جمع کنیم. همونجور که خودتون دیدین که راسومنا روی دیوار بودن خیلی خطرناکن و از همه مهمتر منجنیقا هم بچه گذاشته بود روی برج، اشکال نداره همین که ما سری بریم و اجازه فارم کردن به حریف و ندیم خیلی خوبه. خب بچه میام یه دست اساسین میگیرم، به هر حال اساسینا رو میتونم بزنم سری بیام. به هر حال میگم اساسینا یه نیروی لازم داخل فایت هستم و من ترجیحاً میخوام مانورم بیشتر روی تورزیندارا باشه که سری برم دیوارو خراب کنم و وارد به حریفم بشم، اگه خندقی از خندقم پر کنم و سری بریم که یه حمله رو داشته باشیم. میبینید که بچه‌ها این قسمت رو اگه توجه کرده باشین داخل بیس خودم همون چند تا نیرویی که اول بازی بهمون داد دارن برام ببین خندقو کامل میکشن. میگم از نظر گلدی فعلا این مقدار عقبیم، گلد آنچنان زیادی نداریم، 500 تا گلد. بیام نونا رو هم بفروشم.
خب بچه 1400 تا گل سری یه دست دیگه اساسین بگیرم. اساسینا زمانی که من کلیکشون رو میزنم وسط بیس، من الان کلید اون سازه رو میزنم اینجا با سرعت خیلی بالاتری میام سری میرم که بچه های حمله رو داشته باشه. میبینید که یه جورایی تبرزیندارا دارن جلو میرن. خب هارساچراشو بدون شیل بیرون آورده، بله چقدر هم عالی، اشکال نداره. این هارساچرامو راحت رنده میکنیم و میبینید که فقط چیزی که داره ما رو خیلی خیلی اذیت میکنه اون منجنی خستش که داره با سنگ نیروهای ما رو میزنه. خب اینا با اساسینا بریم وارد بیسش بشیم و بچه‌ها یه اتاک خیلی سنگینه به بیسش بزنیم. بچه بعید میدونم بتونه الان کاری رو انجام بده چون خیلی ضعیف بازی کرد و احساس میکنم مثلا حریفی در حد این که بخواد با ما بازی کنه نبود. خب حالا دیگه که دیوارم داره خراب میشه، میبینی که واقعا از ترپای سمبی داره استفاده، از آتیش هم داره استفاده میکنه، ولی 50 تا تبرزیندار داریم بچه‌ها، 50 تا نه 100 تا تبرزیندار داریم، مثلا هیچ طوره نمیتونه کاری رو انجام بده. میبینی که خیلی راحت با تبرزیندارا دیوار رو خراب کردیم و داریم میریم داخل بیس و حریفمون هم فعلا چیزی نداره. یه 3-4 تا از این تمپلارهای پیاده داره و خیلی راحت اینا رو میشه زد. به نظر خودم ترفند خوب بود، قطعا داخل بازی بعدی ازش استفاده میکنم. حالا حداقل حریفی باشه که بشه بچه‌ها باش مقابله کرد و اصلا خیلی بد شد چون ما خیلی سریع اومدیم و بازی رو تموم کردیم. ببینید که لورد تک و تنهاست، ما هم با این اساسینا افتادیم داخل بیس و همه چیز داریم خراب میکنیم. کلی تبرزیندار داخل بیس داریم و این کراس تومن هم اینجوری الکی دارن شیلدا رو میزنن. یه مقدار هارساچر گرفته داره میبره بالا، نمیدونم میخواد چیکار کنه، ولی بعید میدونم بچه‌ها بتونه کاری رو انجام بده. یه مقدار شمشیرزن هم گرفته داره سمت بالا میبره. خب میبینید که لورد آورده بیرون، کجا میخواد لورد رو ببره نمیدونم. میبینید که اساسین ما هم افتادن کل مپو دارن جارو میکنن و با این تبرزیندارا میریم دنبال لورد رو که سری لورد رو بزنیم و بچه‌ها بازی رو تموم کنیم. میبینید که لورد داره فرار میکنه، پاکمنای ما به دنبال لورد هستن، لورد دیگه رفته بالای برج. بعید میدونم بچه‌ها بتونه کاری رو انجام بده، بازی دیگه تموم شده است. میبینید که تبرزیندارا ما هم دنبال لورد هستن و بریم که لورد رو بزنیم و دیگه بچه‌ها کم کم بازی رو تموم کنیم. ببینم لورد همچنان زنده است، داره مبارزه میکنه خودش تنها. خب میبینید که بیس رو خیلی راحت جمع کردیم، همچنان سختی به خودمون ندادیم و بازی خیلی راحت بچه‌ها اینجا تموم میشه. ببینم لورد همچنان بله زنده است. لورد میبینید که دلش نیست بمیره و همچنان زنده است. رو کمپرت نیروها رو میزنیم که برن سمت لورد. چقدر سگجونه این لورد. خب بچه هم لورد رو زدیم، بازی تموم شد. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. نم همتون گم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردیم.